ثابتی از آنکارا با ماست. فیزیا، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه به چه نکاتی اشاره شده؟ بیانیه وزارت خارجه ترکیه که روز جمعه منتشر شد در راستای اینکه شهرک سازی و قانونی شدن شهرک‌ها در کرانه باختری رو محکوم می‌کرد، بعد از گزارشی هستش که سازمان مردم نهاد پیسنا یا اکنون صلح که در اسرائیل فعالیت میکنه و قصد داره که و تلاش میکنه در راستای آشتی عرب و اسرائیل، یک گزارشی رو منتشر کرده بود این نهاد و در این گزارش به این مسئله اشاره شده که در کرانه باختری قصد دارن در ده ها شهرک 5295 واحد مسکونی جدید بسازن. این موضوع رو تصویب کردن در کنار اینکه به این مسئله اشاره شده که سه شهرک جدید دیگه هم قرار هستش که قانونی اعلام بشه. بعد از این گزارش هستش که وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه رو منتشر کرده و در بیانیه خودش اعلام کرده که قانونی کردن ساخت شهرک‌ها و همچنین اجازه ساخت ساختمان‌های جدید نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستش و در ادامه هم به این موضوع اشاره می‌کنه که این تصمیم دولت اسرائیل نشان دهنده این هستش که اونها قصد دارن که اشغال رو دائمی بکنن در مقابل اینکه صلح بخواد دائمی بشه و گفته که قصد برقراری صلح رو ندارن. در ادامه هم درخواست میکنه وزارت خارجه ترکیه از نهادهای بین‌المللی و جامعه بین‌المللی که موضعی مصمم و اصولی رو در برابر دولت اسرائیل داشته باشن. مسئله‌ای که طی روزهای گذشته برخلاف صحبت‌های تند و تیز اردوغان علیه اسرائیل شاهد اون بودیم که انتقادهای تند خودش رو مستقیما به غرب و حتی کشورهای اسلامی متوجه کرده و حالا هم به نظر میاد که در این راستا هستش، در کنار اینکه خب وزیر امور خارجه ترکیه و خود اردوغان در مورد اینکه احتمال جنگ جهانی سوم وجود داره چندین بار صحبت کردن و انتظار میره که اردوغان در نشست خودش در هفته آینده در ناتو بار دیگه به مسئله فلسطین و اسرائیل در صحبت‌های خودش بپردازه. ممنون از توضیحاتت همکارمون فیزیا ثابتی که از آنکارا با ما بودید.